وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و عرض پوزش از این که مقداری با تأخیر برنامه امروز رو شروع کردیم و امیدوارم که بتونیم جوابگوی سوالهای شما بینندگان عزیز باشیم. راههای ارتباطی رو میدونید و از طریق واتساب میتونید پیامهای نوشتاری و صوتیتون رو برای ما ارسال کنید و ارتباط مستقیم با برنامه را هم از شماره مستقیمی که زیرنویس شده با این تلفنی که روی میز بنده است تماس میگیرید و مستقیما به استودیو وصل میشید. بدون درنگ میرم سراغ سوال شما بینندگان عزیز. سوال بیننده عزیزی: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامولای مطلب خوبی شما، سلامتی شما. دامولای مطلب راجع همین به مسئله که بود با واسطه بر نماز خوندن مکروهات نماز بعد عصر، بعد نماز عصر شما گفته سنت های مطلق اینه که خوندن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سنت های آزاد و مثل نفل اینا مکروه خوندنش و بعدا تحیت المسجد اجازه تایید. اینه که در این جگر که نمازهای فرضی فوت شده که واجبات قضا شده یعنی وقت چون در وقتش نخونده بین عصر شام خوندنش جایز است یا نیست؟ خواهش میکنم من پاسخ بدم. مثلا مسئله دیگه هستش در بابت خواندن نمازهای فوتیده قبلی، یک نفری هستن که از سن سالی مثلا 15 یا 17 یا 20 یا هی بالاتر مثلا شروع میکنه به نماز خواندن، علما دو تقسیم شده میگن که اون نمازهایی که قرض هست یعنی که از 12 سالگی که بر گردن آدم واجب هستش فرض است اونا رو باید که بخونی، یعنی که مثل قضایی بخونی. بعضیش میگن که نه، از روزی که شروع کردی از تایی وقت مثال دیگه خداوند بخشده و مهربان است توبه بکنه مثال نخونم میشه آینده شب بخونم. در این بابا شما چی به ما کمک میرسونی؟ سوال های این بیننده عزیز در اصل دو تا سوال از یکی سوال این که خوندن نماز سنت یا نماز قضا در بعد از نماز عصر. از جمله اوقاتی که در احادیث اومده و مکروه هست نماز خوندن، پیامبر نهی کردند که در دو وقت نماز خونده بشه، نماز سنت. یکی وقت طلوع آفتاب، یعنی بعد نماز فجر تا وقت طلوع آفتاب نماز سنت خوندن مکروه است تا اینکه آفتاب طلوع کنه. یک به اندازه تقریبا 20 دقیقه بعد طلوع آفتاب نماز سنت، اون وقت سنت اشراق یا سنت ضحا رو میتونید بخونید. و در بعد نماز عصر هم مکروه است نماز خوندن به دلیل همین احادیث که عرض کردم که پیامبر اکرم نهی کردند. اما با توجه به روایت های دیگری و با توجه به فعل خود رسول الله علیه السلام عملا نمازهایی رو بعد از عصر خونده اند، این نشون میده که نمازهای سنت مطلق و سنتی که سبب نداره، یعنی سنتی که بدون سبب، بدون اسمه، یعنی همینطوری کسی دوست داره نماز سنت بخونه
در اون وقت مکروه خوندنش. اما نمازهایی که دلیل داره، سبب داره، بخونید، ایراد و اشکالی درش نیست. همونطوری که در حدیث صحیح از رسول اکرم علیه السلام که بعد از نماز عصر نماز خوندند، 4 رکعت نماز خوندند، و یکی از امهات مؤمنین سوال کردند آیا این وقت مگر نه وقتی است که نهی کرده اید درش که نماز خونده نشه؟ فرمودند رسول الله علیه السلام که این نمازی که الان خوندم نماز سنت قبل از ظهر هست که در این وقت قضا کردم. قبل از ظهر وفد بنی قیس اومدند و پیامبر مشغول شد با اونها و نماز سنت قبل ظهر رو نخونده بودند و اون وقت قضا کردند. در نتیجه این نشون میده که نمازهایی که دلیل دارد، ببینید اینجا رسول الله علیه السلام نماز سنتی رو قضا کردند، در نتیجه نماز فرض رو قضا کنید، بله جایزه. نماز تحیت المسجد جایزه چون سبب داره، اونم تحیت المسجده. نماز هر نمازی که سبب داشته باشه جایزه بخونی، غیر از نماز نفلی که مطلق و آزاد هست و سببی نداره، در نتیجه اونها مکروه هست، نخونید. بقیه نمازهای دیگر رو میتونید در این وقت بخونید. سوال دوم این بیننده عزیز در مورد قضای نمازهای فائته هست، نمازهایی که ازشون فوت شده در سالهای قبل، شاید 10، 20، 15 سال نماز نخوندن یا چندین هفته نماز نخوندن، فرق نمی کنه، آیا این نمازها را قضا کنند یا نکنند؟ جمهور فقها بر اینند که قضای نمازها واجب هست که قضا شود، و اما دلیلشون بر این هست که اینها قرض است برگردنشون، و احادیثی هم داریم که در این که فرمود و دین الله احق ان یقضا، و اینا دین برگردنشون و دینی که مال خداست اولاتره که ادا شود، قضا شود. لذا جمهور فقها این رو میگن. اما بعضی از محققین از فقها با توجه به اینکه نماز یک نماز وقت دار هست و روایت صریحی بر اینکه بیاد نمازی رو قضا کنید نیومده، لذا نمازهایی که از گذشته دور فوت شده، نمازهایی که از گذشته دور فوت شده از کسی، این دسته از محققین میگن که این نمازها رو، این نمازها قضا نداره، باید توبه کنید چون جزو گناهان کبیره هست. بعضی میگن نه خیر، اصلا ترک نماز کفره، در نتیجه با قضا کردن هیچ حلی نداره، لذا اون کسی که نماز رو ترک میکنه مرتکب کفر شده، با توجه به حدیثی که فرمود که العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر، که ظاهر حدیث رو بر روی الفاظش به کار بردن این دسته از اهل علم، گفتن قضا نداره، لذا باید حتما توبه کنه و از اون لحظه شروع کنه نماز خوندن و سنت رو زیاد بخونه. این سنت ها بسا جای اون فرض های ترک شده رو بگیره در نزد اونهایی که میگن گناه کبیر است. اونی که میگه کفر هیچی، فقط با توبه کافیه، توبه کنه و دیگه بر نگرده، چون دوباره از اول باید ایمان بیاره، شهادتین رو بگه، و چون اونها این رو به کفر به حساب میارن. بنده عرض میکنم گناه کبیر است، ولی اگر مدت زیادی ازش نگذشته یا تعداد اون نمازها کم هست، اون را قضا کنید. اگر مدت زیادی ازش گذشته و تعدادش زیاده، مثلا چندین سال نماز نخونده، توبه و استغفار کنه. خداوند فرمود این الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز بر مؤمنان دارای یک وقت مشخص و محدده، نوشته شده که باید در این وقت خونده بشه، نه در وقت دیگری. وقتی وقتش رد شد دیگه بر نمیگرده، نمیتونی اون وقت رو برگردونی. لذا بنده این رو ترجیح میدم از رأی آراء فقهایی که عرض کردم که اگر مدت زیادی ازش نگذشته و تعداد نمازها کم هست قضا کنید، اگر زیاد هست توبه و استغفار کنید و نمازهای سنت و نافله رو زیاد بخونید که خداوند این نمازهای نافله رو از شما بپذیره به جای اون نمازهایی که قرض کردید. بله بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. بله بفرمایید. 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 شب شما بخیر، بفرمایید. من بپرسم در
حاضر شدم، خواستم یک کلمه بگم که واقعا میخواستم شما یک مقایسه بکنید کشورهایی که مسلمان بودن در اروپا و جای دیگر جهان تا کشورهای مسلمان هم. ببینید الان کشورهایی که مسلمان نیستن زندگی خیلی بهتر و راحتتری دارن، مثل آمریکا، مثل انگلیس. الان اونها کشوری راحت بدون درگیری، بدون خونریزی راحت دارن زندگی نشون میکنن. اما در کشورهای مسلمان جنگ دعوا، مثل همه جنگ آذربایجان و ارمنستان تا قبل جنگ سوریه بود. بله بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بفرمایید صحبت کنید. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. شما الان به استودیو وصلید و صدای بله بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. میخواستم بگم کسی که میگن به خانمان طلاقتون دادن، بحث طلاق نیست، یه مثلا طلاقت دادم، این بحث میکنم بعدا پشیمون میشن. نمیدونم، شاید تو عصبانیت باشه، چه حکمی داره؟ آیا واقعا طلاق حاصل میشه؟ ممنون از برنامه‌تون. خدا خدا نگهدارش. بله خب پیام این بیننده عزیز گفتن که اگه کسی به خانومش بگه طلاقت دادم، ببینید این که بگه طلاقت دادم، این لفظی که به کار میبره یه لفظی اخباریه، یعنی خبر میده که این که طلاقت دادم و یعنی این که طلاق واقع شده و طلاق رو داده. اگه گفته خب طلاقت دادم، دیگه طلاق داده، داره اعتراف میکنه میگه طلاق دادم. اگه به زنه خودش میگه میگه طلاقی، و سه بار اگر در سه جلسه در سه مجلس مختلف این رو بگه طلاقه. هر مردی سه بار میتونه حق طلاق داره، و این حق طلاق اگه سه بار این تکرار شد در سه مجلس مختلف، این طلاق واقع شده و دیگه بر هم دیگه حرامن. اما اینکه بگه عصبانی بودم، نمیدونم چه، خب اگه عصبانی بود خب چرا دست نمیکنه تو جیبش، مثلا همه پولایی که تو جیبشه همه رو پاره کنه بندازه بیرون، که اگه اینقدر اختیار از خودش نداره و شر و خیر خودش رو نمیدونه، چرا میره سراغ این که به مجرد عصبانی شدن و میگه زنش رو طلاق میده؟ بس اینه که اگه عصبانیت شما قابل کنترل نیست، خب باید کارهای دیگه هم بکنید که عجیب و غریب باشه. اگه قابل کنترل، خب شما میتونستید طلاق ندید و طلاق دادید. و کسی که داره چیزی رو که خداوند بهش اجازه داده که این کار رو نکنه، داره خودش چیز رو بر خودش حرام میکنه، درش برش اجرا خواهد شد. حالا شما برید یه جایی اعتراف کنید، بگید مثلا من یه ماری رو دزدیدم، آیا بعد میتونی بگی من عصبانی بودم گفتم؟ شما اعتراف کردی بر علیه خودت، دادگاه اعتراف کردی که این کار رو کردم، دادگاه هم شما رو محاکمه خواهد کرد و اعتراف شما هم بزرگترین دلیل بر علیه خودتون هست. خب چرا اونجاها قابل قبوله، چرا در مورد طلاق قابل قبول نباشه؟ لذا هر حرفی رو که شما میزنید مسئولی در پاش. همونطوری که گفتن شما با گفتن لا اله الا الله مسلمان میشید، با گفتن کفرم از اسلام خارج میشید، با گفتن قبول و ایجاب زن و شوهر به هم حلال میشن، با گفتن طلاق هم اصلا دیگه حرام میشن. انسان ها باید در حد مسئولیت کلمه ای باشند که به زبان میارن. ما مسئولیم در برابر حرفی که میزنیم. قرار نیست که هر تقی به توقی خورد شماها فوراً لفظ طلاقتون آماده باشه و طلاق بدید. خب طلاق دادید، زندگی تو به هم زدی، زندگی تو ویران کردی. حتی اگه 100 تا ملان بیان به شما بگن نه این طلاق واقع نشده، تا آخر عمرتون بر شک خواهید زندگی کرد که
آیا واقعا این ملا راست میگه یا راست نمیگه؟ خب چرا این مشکل رو برای خودتون ایجاد میکنید؟ عصبانی شدید مجلس رو ترک کنید. اگه بعد عصبانیتی که در حدی باشه که قابل کنترل نباشه، باید ثابت کنید که واقعا قابل کنترل نبوده. لذا این طلاق واقع میشه کسی که به زبان بگه و خودش یعنی در کامل عقل و آگاهیش و شعورش باشه. الو، سلام علیکم. من یه خواهشی کرده بودم از دوستان عزیز، با واتساپ تماس نگیرید. دوستان من با واتساپ تماس نگیرید، چون اگر ادامه بده کسی با واتساپ تماس بگیره، ناچارم مسدود کنم که مانع پیام دیگران میشه، و لذا سعی کنید که مانع چی خودتون رو هم خودتون رو محروم نکنید از این که با برنامه در ارتباط باشید و هم مانع پیام بیننده های دیگه نباشید. شما با اینکه عرض کردم تماس نگیرید، دیگه تماس نگیرید. الو، سلام علیکم استاد زهراوی، خسته نباشید. شما خوبه؟ سلام، زنده باشید. استاد زهراوی، ما یه حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که میگه مسلمانی اگر به مسلمانی بگه کافر، و کفرش به خودش برمیگرده. اگر این حدیث بی زحمت دارید، اگر این حدیث بی زحمت داری، با ترجمه برای ما بفرستی، که من توی جامعه ما خیلی مردم تکفیر میکنه. این مردم میگه هی وهابی وهابی، یه حرفی که میبینه میبینه که مخالفش میزنه بهت میگه وهابی. یعنی وهابی یعنی چی؟ یعنی کافر. اگر این حدیث بی زحمت داری برای ما بفرستی، همین حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته باشد که کسی که مسلمان را تکفیر کنه، کفرش به خودش برمیگرده. این حدیث اگه بی زحمت داری، با ترجمه بی زحمت برام بفرستین، که برام من نیازش دارم. تو جامعه ما خیلی آدم ها بی گناه تکفیر میکنم. دستون در نکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این تماس رو هم بگیریم. خیلی بله، بفرمایید بفرمایید. ممنونم، بفرمایید، صداتون رو میشنوم. فقط یکم بلندتر صحبت بفرمایید. بله، جواب میدم خدمتتون. تشکر. سوال بسیار خوبیه، چون ارتباط داره به سوال بیننده قبلی که در مورد قضای نماز ها بود. اگه کسی خواب افتاد یا نمازی رو فراموش کرد، اینا استثناء، گناهی نداره چون در اختیار خودش نبود. خواب افتاد، نه اینکه عمدن خودش رو آماده کنه برای اینکه بیدار نشه، باید حتما همه وسایل رو به کار ببره که وقت نماز بیدار بشه. اما اگه خواب افتاد و بیدار نشد، رسول الله علیه السلام فرمود اگه کسی از نمازی خواب افتاد یا اون رو فراموش کرد، هر وقتی که بیدار شد و یا یادش اومد، اون نماز رو بخونه. بعضی از اهل علم گفتن این قضاست، اما عده دیگه گفتن قضا نیست، ادا به حساب میاد. یعنی چون در اختیار خودش نبوده، چون که عمدی نبوده، ترک نکرده، بلکه فراموش کرده. و کسی هم که فراموش میکنه، رفع القلم هست تا وقتی که یادش میاد. و کسی هم که خواب افتاده، باز هم مرفوع القلم هست، یعنی گناهی برش نیست. و در نتیجه لحظه ای که بیدار میشه، دیگه باید همون لحظه بخونه. اگه آفتاب هم زده بود و شما بیدار شدید، همون وقت بلند شید، وضو بگیرید و نمازتون رو بخونید. و اگر هم فراموش کردید نمازی رو، هر وقت یادتون اومد، بلند شید، نمازتون رو بخونید. و خداوند هم ارحم الراحمین هست. بله، برم سراغ تماس های دیگه بینندگان عزیز. تماس زیادی اومده و پیام زیادی از بینندگان عزیز اومده. امیدوارم که از ما نرنجند که جواب ندادیم، خیلی ها رو جواب ندادیم. خب بیننده عزیزی پیامشون رو پاک کردن، زیاد چند بار پیام دادن جواب ندادیم، پاک کردن. یکی از این روافض که جزء مشرکین و ملحدین هستند و
مسلمان به حساب نمیاند، لعنت فرستاده بر یاران پیامبر، لعنت فرستاده بر همسران پیامبر، لعنت فرستاده به کسانی که خداوند ازشون راضیه، کسانی که مهاجرین و انصاری که خداوند میدونسته در دلشون چی هست، لذا اونها رو وسیله برای حمل این رسالت قرار داده است. السلام علیکم استاد محترم، تشکر از این برنامه خوبتان. انشاءالله که برنامه‌تان پایدار باشه. سوال خاصی نداشتم، خواستم از برنامه خوب شما تشکری کنم. خیلی خیلی ممنون از این برنامه شما، از شبکه نور جهانی. یک جهان سپاس، موفق و سربلند باشه. ممنونم از پیام شما که سبب دلگرمی کارمندان شبکه جهانی نور و بقیه شبکه‌های توحیدی خواهد شد. بله بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. شب شما بخیر. بفرمایید. صداتون ضعیف، خیلی صداتون ضعیف. بفرمایید. بفرمایید، من میشنوم ولی شاید بینندگان نشنوند. بله. چه ربطی خب این وقت این جنگا چه ربطی به اسلام داره؟ و من کشورهای اسلامی رو برات براتون نام میبرم که به بهترین وجه هم کرونا رو کنترل کردن و هم رفاهیتشون از کشورهای اروپایی و آمریکایی به مراتب بیشتره. کشور امارات به نمونه عرض میکنم، کشور امارات رو به عنوان نمونه عرض میکنم، پایه حقوق کشور امارات 17,000 درهم هست پایه حقوقشون، غیر از اینکه خونهشون مجانی، ماشینشون قسط، ماشینشون رو اگه قسط داشته باشن دولت میده و تأمین اجتماعی کامل، آموزش مجانیه، همه چی برای اینا مجانیه. کشورهای عربستان همچنین، عمان خوبه، قطر خوبه، بقیه کشورها همه در وضعیت بسیار بسیار مطلوبی به مراتب بیشتر از کشورهای اروپایی هست. و شما آمار کرونا رو اگه حساب کنی، خب آمریکا خیلی بدتر از، اجازه بفرمایید صحبت میکنیم، آمریکا به مراتب بدتر از تونس هست، حتی بدتر از الجزایر هست، از لحاظ بس کنترل چیز رو میگید، شما کرونا رو میگید. این گونه نیست اصلا، ربطی هم به اسلام اصلا نداره این موضوع. شما چرا چیزایی رو که بحث میکنید ربط به اسلام میدید؟ مگه این کشورهای اسلامی که شما بهش میگید کشورهای اسلامی، حکومتهایی که دارن حکومت میکنن کدومشون هستن که اسلامی باشن؟ از همه مهمتر جمهوری اسلامی کجاش اسلامیه؟ اتفاقا من یکی از کسانی هستم که نه تنها اخبار رو خوب مشاهده میکنم، یکی هستم که تحلیل های سیاسی رو خیلی خوب دنبال، نه امروز بلکه ده ها سال، شاید بیش از 20 سال من الان دارم این تابع قضایای اخبار سیاسی و مسائل دیگه هستم. شما فکر میکنید این گونه است که هر کسی که مخالفتون بود باید یه برچسب بهش بزنید که بگید نه شما نمیدونید، شما آگاه نیستید؟ شما دوست من، الان کشور امارات، کشورهای خلیج عموما، همه کشورهای خلیج رو نام ببرید، به مراتب و وضعیت امنیت بسیار عالی، وضعیت رفاهیت بسیار عالی، وضعیت عبادت بسیار عالی، همه مسائل دیگری که وجود، من نمیگم اینا بی عیبن، عیب و نقص نداره، ولی اگه بخوا قرار باشه مقایسه کنی با اونها، همینه وضعیت اینجا به مراتب بیشتر هست. شما اینجا هر خدماتی رو که بخوای به آسانی به دست میاری، هر دارویی رو که میخوای، یعنی شما گرانترین، نایابترین داروها رو که لازم داشته باشی توی این کشورها پیدا میشه، برای خودشون مجانیه، برای دیگران هم وجود داره با قیمتهای قابل قبول. لذا این یک جهت. جهت دیگه چه ربطی به اسلام داره؟ کدوم یک از این کشورها
کشورهای اسلامی که امروز اسلامی هستند کدومشون نظام حکومتشون نظام حکومت اسلامه؟ از همه مهمتر خود جمهوری اسلامی کجاش اسلامه؟ به چه چیز اسلام عمل کرده؟ اساس بلاهایی که در ایران وجود داره اینه که اسلام نیست اصلا. یه عده‌ای عمامه به سر اومدن دارن حکومت میکنن، به نام اسلام دارن حکومت میکنن، اما هیچ ربطی به اسلام نداره. کجای اسلام گفته این اختلاسا باشه؟ کجای اسلام گفته که باید دیکتاتوری باشه؟ کجای اسلام گفته که باید ظلم و ستم باشه؟ کجای اسلام گفته اختلاس کنید؟ کجای اسلام گفته مردم رو بدون محاکمه زندانی کنید؟ کجای اسلام گفته اصلا زندان سیاسی داشته باشید؟ و خیلی از قضایای دیگری که وجود داره. لذا سوال من این نیست که بخوام مقایسه کنم. بله اگه بخوایم مقایسه بکنیم، آزادی که در کشورهای اروپایی وجود داره به مراتب از کشورهای اسلامی بیشتره، به مراتب، اصلا قابل مقایسه نیست. اگه بخوای همه رو با ایران مقایسه کنی، اگه بخوای با سوریه مقایسه کنی، هر جایی که ایران دست داره، سوریه که ایران دست داره، عراق که ایران دست داره، یمن که ایران دست داره، هر جایی که ایران دست داره و حضور داره درش ظلم و ستم و دیکتاتوری و قتل عام مردم و ستم به دیگران و خیلی چیزهای دیگه. و تنها اینم نمیگم تنها ایران دست داره، بلکه هر جای دیگری که هستند. ایشون صحبت کردن، اخبار رو مطابقه نمی کنی. بنده سیاستمدار نیستم ولی اخبار خیلی خوب مطابقه میکنم و همچنین خیلی چیزهای دیگری که لازم باشه مرتبطه با قضایا و مسائل ایران باشه رو به خوبی مطابقه میکنم. بله بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید صحبت کنید. بفرمایید. در آمریکا و انگلیس مردم مثلا به خاطر نون و آب مثلا همگر بزنن دعوا و درگیری بشه، اما در کشور اسلامی این چیزا هست، اما در آمریکا و انگلیس مردم در آرامش فعالیت میکنن آقا. شما کلیگویی میکنید. ببینید شما دارید کلیگویی میکنید. اگه کشورهای اسلامی میخواد بگی در همه اینجوری اینجوری نیست آخه. شما من عرض کردم کشورهای خلیج کدومشون به خاطر من اجازه بدید کدوم کشور خلیج هست، کشورهای عربی که در ساحل خلیج و اسلام هم از این مناطق اومده، از عربستان و منطقه جزیره العرب اومده، خب کدومشون از لحاظ رفاهیت کم دارن؟ بازم تماسشون قطع شد، البته شارشون تموم شده. ببینید این کلی گویه‌ها به نظر بنده اصلا صحیح نیست. شما موردی بگید، من عرض می‌کنم آزادی در اروپا بهتر از آزادی در کشور اسلامی هم، اما اینکه بیایید بخوام در مورد رفاهیت بگید نه اینجوری نیست. رفاهیت در کشورهای اسلامی، بعضی از کشورهای اسلامی به مراتب بیشتره، از اروپا و از آمریکا هم بیشتره. و اگر در مورد جنگ بگی، خب نجات پرستی در آمریکا هم وجود داره. چند روز پیش چند تا سیاه پوست رو کشتن، خب این که مشخصه. در خود فرانسه هم گرچه خودش میگه مهد دموکراسیه، اما بی‌عدالتی که در اونجا وجود داره در بعضی از موارد مثل حجاب به مراتب از هر جای دیگری ظلم و ستمش بیشتره. لذا نمیشه کلی گویی کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای زهبی خوب هستی؟ استاد یک سوال داشتیم برای شما. همین فرزند ما در جمهوری چین در خطای قرار دارد و از مگزین ها مقصد گوشت حلال خریداری میکنه، گوشت مرغ، گوشت گوسفند، گوشت گاو، لیکن همو در اونجا خطای و یا غیر دینن که و یا همو مولا به بسم الله کشتگیم مثال ده، همو برای ما مردم مسلمان خوردن همون گوشت جایزه یا که نه؟ مقصد وای گوشت حلال یا گوشت گاو یا گوشت گوسفند یا گوشت مرغ های نه که ما شبهه داریم برای بسم الله گفتگی نگفتگی، وای فکر میکنیم که وای به بسم الله کشتگان همین موظف کردگان ده زفی به بسم الله برای ما مردم مسلمان همین هم میگفتن که اینجا خوردنش جایزه. اما سوال این بیننده در مورد گوشت هایی که در کشورهای مثل هلند و جاهای دیگه ذبح میشن. ببینید ایراد این قضیه به این نیست که بسم الله گفتن یا نگفتن. بسم الله هم نگفته باشن خودتون بسم الله رو بگید. مشکل اونجاست که این گاو و گوسفند و مرغ و اینها رو ذبح نکرده باشند، یعنی ذبح شرعی نشده باشه.
ذبح شرعی نکرده باشن، بلکه این رو به وسیله شوک برق کشته باشن، بعد اینکه میمیره اون رو سرش رو جدا کردن. اگه با شوک برق هست اینها، نه خیر، این جایز نیست و این حرامه، چون این حیوان مردار شده بعد اون رو ذبح کردن. ولی اگه نه، این ذبح میشه واقعا اشکال نداره، اگه ذبح شده باشه شرعا حلاله، بسم الله هم نکرده باشن ایراد نداره، شما خودتون بسم الله کنید و بخورید. ولی اگر کشته باشن با شوک برق یا بهر، با یه پتکی بزنن تو سر گاو، گاو رو بکشن با این پتک، بعد بیان سرش رو جدا کنن، این ذبح نیست، این حرامه، و چون حیوان مرده بعد اینکه میمیره اون رو ذبح میکنن. اگر درست ذبح شده باشه، عرض کردم، ایراد و اشکالی نداره، حلاله، میتونید بخورید، با توجه به اینکه عمومیت اون کشورها کشورهای اهل کتاب بودن و به اهل کتاب به حساب میان، خوردن اگه ذبح کرده باشن خوردنش حلاله. بله بفرمایید، بفرمایید. شما اسم عربستان رو آوردید و بسات صحبتاتون، الان عربستان در کشورش آزاد اعلام کرده. چی رو آزاد اعلام کرده؟ ببخشید چی رو آزاد اعلام کرده؟ عربستان همون چند وقت پیش حجاب رو اختیاری اعلام کرده، یعنی خب. هر کسی که بخواد میتونه در کشورش. خب این ربطش با رفاهیت چی؟ آخه نه، شما ایرادتون روی رفاهیت بود. خب اگر عربستان کشور مسلمونه، واقعا مسلمانتون همچین حرفی داره؟ حالا شما من حرف ببینید، حالا شما آخر، نه شما دوباره حرفتون رو، آخه حرفتون این نبود، شما حرفتون این نبود، ایراد شما روی این بود که در اونجا رفاهیت است در اینجا نیست، الان اومدی میگی این اسلامی هست یا نیست، این یه حرف دیگه ای. آخه بفرمایید. قطع شد وقتی که اول. بله بفرمایید، بفرمایید. آخه ببینید صحبتاتون رو قاطی کردید، شما یا ایراد بگیرید، از دارید از اسلام ایراد میگیرید یا ایراد نمیگیرید. آخه شما اسلامی از شرایط بهتره، چرا بحرین و امارات اینا با اسرائیل رفتن هم پیمان شدن؟ یعنی اسلام در مقابل مسیحیت یهودیت هیچی نیست، به غیر از این شما اگه چیزی که ایمان متوجه بشید، بگو ما هم متوجه بشیم، چرا کشور اسلامی با اسرائیل هم پیمان شدن؟ چون اسلام اینقدر ضعیفه، مسیح شدن با اسرائیل هم پیمان بشن. این یکی واقعیتیه که شما باید ربطی به اسلام نداره عزیز من، برادر من، من دارم بهت میگم ربطی به اسلام نداره. شما دارید به ما میگید در مورد اسلام نگید، چرا؟ چون در اروپا رفاهیت است. من بهت میگم در کشورهایی هم که عرض کردم، کشورها هیچ حکومتی در کشورهایی که به اسم اسلامی هستن، هیچ کدومشون ادعای این رو، خودشون هم ادعای این رو ندارن که بگن ما نظام حکم و نظام اسلامه. کشورها اسلامی هن، مسلمان هن، ولی از جهت اینکه جمعیتشون مسلمانه، ولی این ادعا وجود نداره. شما دارید اول دارید ایراد میگیرید از اینکه در اروپا رفاهیت است و در کشور اسلامی رفاهیت نیست، بعد وقتی که بهت دارم میگم در این کشورها رفاهیت است، میگی خب این کشورها چرا در عربستان مثلا اومده گفته حجاب اختیاریه. به هر حال استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد ما جواب شما فهمیدیم، مقصد ما وقتی از مغازه، از مغازین، از سوپرمارکت خریداری میکنیم، مقصد ما باید نمیدونیم که وای با وسته برق کشته گیه که زب کرده گیه، مثلا این گوشت گوسپند یا گوشت گوی ما خریداری میکنیم، میبریم ها میخریم، ای مملکت هایی که مثال غیر دین هم مثلا چون چین، خیتای، هلند و امریکا دیگه جو همه خوردنش برای ما جایزه، ما ای مغازین خریداری میکنیم، ما باید نمیبینیم که زب کردنش، باید زب کردن یا که باید با طریقی سویت و الکتریکی برق کشتن، ما ایشا نمیدونیم که مثلا اون گوشت. سوال ایشون در مورد اینه، میگه ما نمیدونیم که چطوری ذبح شده. سوال ایشون میگن ما نمیدونیم که چگونه ذبح شده.
ببینید این که شما نمیدونید با تحقیقی مختصر شما امروز اینترنت رو در اختیار دارید، سرچ کنید در مورد اون شرکت تحقیق کنید ببینید کارشون چطوریه. امروز تنها اینطوری نیست، در تمام کشورهای اسلامی، حالا غیر از یکی دو تا کشور نباشه که تولید خودشون هست، مواد گوشتی رو در خود کشورها تولید میکنن، بیشترش رو از کشورهای اروپایی میارن، کشوری مثل هلند میارن، از کشورهای دیگه که تولید این مواد گوشتی اونجا ها زیاده. ولی شما با تحقیق در مورد اون شرکت و اونی که در موردش هم نوشته شده، بعضی ها را شرکت های یا مؤسسات اسلامی اشراف میکنن بر ذبح حیواناتشون، تایید میکنن که اینها دارن به شکل شرعی انجام میدن. اگه این تایید وجود داشت یا خودتون معلومات خوبی رسیدید مصرف کنید، وگرنه سعی کنید از یه مصدری که مطمئن هستید مواد گوشتیتون رو تهیه کنید. اما سوال بیننده عزیز دیگری که چندین بار تماس میگیره، سلام، با چه عمل غیر اخلاقی زن طلاق می شود؟ نه شفایی، لطفا توضیح دهید. غیر اخلاقی مثل افکار و نگاه تحریک آمیز که منجر به استمناع خود رضایی شد. ببینید طلاق یک حقوقی است بین زن و شوهر، حقوقی است بین زن و شوهر. با این چیزایی که شما گفتید که رفتار غیر اخلاقی، طلاق واقع نمیشه مگه اینکه زنی شوهری زنشو متهم کنه به زنا. اگه زنشو برد دادگاه گفت که متهم به زنا هست، اون وقته که بین این دوتا ملاعنه اتفاق میفته و زن و شوهر از هم دیگه جدا میشن. ولی اینکه زنی یا مردی مرتکب عمل غیر اخلاقی بشه، طلاق واقع نمیشه. گناهی مرتکب شده، توبه کنه، استغفار کنه، برگرده و زندگی شده بده. مسئله طلاق مسئله است بین زن و شوهر، حقوقی است که بین این دو وجود داره. راه حلی است برای اینکه زن و شوهر اگه به جایی رسیدن که نتونستن با هم دیگه ادامه بدن، از هم دیگه جدا بشن. خداوند این راه حل رو گذاشته برای اینکه اگه زن و شوهری به هر دلیلی ادامه دادن زندگی در کنار هم دیگه براشون میسر و ممکن نبود، اون وقته که از هم دیگه جدا میشن، به وسیله طلاق از هم دیگه جدا میشن. بیننده عزیز دیگری سوال کردن که سلام، همسرم یعنی خانمم پای برنامه هستش، حق هم بستری را رعایت نمی کنه. ببینید واجب هست بر هر زنی، بر هر شوهری، حق هم بستری رو، یکی از حقوق مهمه زن و شوهر بر هم دیگه حق بستر هست. و پیامبر در حدیثی فرمود ملعون هست زنی که شوهرش ازش طلب هم بستری کنه و اون امتناع کنه، مگه اینکه عذری داشته باشه، مریض باشه، عادت ماهانه باشه، یا حالت ناتوانی خاصی وجود داشته باشه، مانع خاصی وجود داشته باشه، ایراد و اشکالی نیست و یه عذره. اما در غیر این صورت شرعاً حرامه، امتناع کردن شرعاً حرامه. زن و شوهر باید هم از لحاظ مسائل جنسی به هم دیگه برسن، باید حتما حق هم دیگه رو ادا کنند. ولی مسائلی مثل چیزی که دوستمون گفت که موضوع اخلاقی و غیر اخلاقی و اینا چیز دیگری است که جا نداره. سوال بیننده عزیز، سلام استاد محترم، آیا زن میتواند امامت دهد؟ نه خیر، زن نمیتونه پیش نماز بشه برای مرد. زن برای خانواده خودش میتونه پیش نماز بشه، برای بچه هاش، برای زنهای دیگه، برای اهل و عیال خودش میتونه پیش نماز بشه. اما اینکه یه زنی پیش نماز بشه برای مردای دیگه، نه خیر، شرعاً حرام و جایز نیست. بیننده دیگری میفرمایند که سلام علیکم برادر، شبها تو خوابم عزیزانم که فوت شده رو میبینم، میخوام بخوابم باز میاد تو خوابم، چیکار کنم؟ میشه بگین چرا اینقدر زیاد به فکرشون هستید؟ حتما. و البته برنامه ما برنامه تعبیر خواب نیست. سعی کنید که
براشون دعا کنید. و اما تعبیر خواب رو ما خواب رو تعبیر نمی کنیم در این برنامه. الله و برکاته. جناب استاد، ما به افغانستان زندگی میکنیم، اینجی که موقع نماز جمعه که میشه امروزم که خطفه میخونم، ما با موقع خطفه داخل مسجد میشیم، میخوایم همین دروکت تحیت المسجد بخونیم، میگم تحیت المسجد نخونیم، شما خطفه گوش کشین. وقت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگم موقع خطفه یک صحابه داخل مسجد شد، بعد از اون جناب رسول الله گفتن که تو وقتی تحیت المسجد رو بخون، اما افغانستان ما میگم نخونین. امیر با ما یک جواب بده. بله صحیح هست، در حدیث صحیح از رسول الله علیه السلام اومده که در حدیث صحیح از رسول اکرم علیه السلام روایت شده است که فرمودن، همون حدیث که این دوستمون نقل کرد، کسی وارد مسجد شد و نشست، پیامبر فرمود آیا نماز خوندی دو رکعت؟ گفت نه. گفت بلند شد دو رکعت نماز بخون ولی طولانی نخون، سبک بخون و تموم کن. به خاطر همین خوندن دو رکعت نماز، حالا یا تحیت المسجد، بعضی از علما گفتن این تحیت المسجد، همون تحیت المسجد، بعضی هم گفتن که نه، سنت قبل از جمعه هست. و به خاطر همین بعضیا معتقدن، برخی از علما معتقدن که سنت قبل از جمعه وجود داره و خونده میشه. لذا توصیه بنده این هست که حتما بخونید، تو وارد مسجد که شدید نماز اون دو رکعت رو بخونید، بعد بشینید به خطبه گوش بدید. بیننده عزیز دیگری سوال کردن که ببخشید یه سوال داشتم، من از شخصی حقی میخواستم، حقم رو نداده. اون یه موتور داشت، موتورش دزدی بود، بعد من اون موتور رو بدون اطلاع اون شخص فروختم، اون وقت از پول موتور یه قرآن گرفتم. حالا اگه من اون قرآن رو بخونم ثواب داره یا نه؟ وقتی که شما میدونید یه موتور دزدیه، اون موتوری که دزدی کردید باش پولش حرامه، یعنی اون موتوری که دزدی بوده فروختید، از پولش رفتید قرآن خریدید، قرآنی که با پول حرام میخرید، گناه بزرگی مرتکب شدید. این پول رو باید برید به اندازه پولی که قرآن رو بهش خریدید، از پول خالص خودتون به صاحبش برگردونید، به صاحبش برگردونید، یا اینکه صدقه بدید به نیت صاحبش، اگه صاحبش رو میشناسید بهش برگردونید. اما خوندن قرآن جایز، خود قرآن رو بخونید. شما مادامی که این قرآن خریده شده، قرآن رو ثواب داره روش بخونید، ثوابش هم همش هم برای اون آدم، برای بخشش که این قرآن از پول او خریده شده. ولی شما ثواب قرائت قرآن رو میبرید، گرچه اون کاری رو که کردید گناه بوده، اونی که مال مردم رو دزدیدید، اونی که رفتید با مال دزدی، نباید قرآن بخرید، نباید صدقه بدید، نباید خیرات کنید، نباید مسجد بسازید. خداوند فرمود ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، خداوند پاک است و جز پاک رو نمیپذیرد. یعنی به عنوان صدقه و ثواب از شما نمیپذیره که رفتید قرآن خریدید، ولی قرائتتون رو، بله قرائت قرآنتون ثوابش سر جاش هست و ثواب قرائت رو میبرید انشاءالله. بیننده ای سلام کردن و علیکم السلام، میگه سلام خواهشمندم این سوال رو من رو پاسخ بدهید، آیا بعد از وفات پدر بچه ها و مادر میرسد یا به عمو؟ وی به مادر بزرگ پدری و مادر بزرگ مادری. ببینید بچه ها فرزندای شما هستند، اگه شما قیمشون میشید، یعنی اگه مادر قیمشون هست، خب مادر هست. اما اگه مادر بخواد ازدواج کنه، اون وقت که مصلحت این بچه ها این است پیش کی باشند. اگه مصلحتشون در این هست که پیش عمویشون باشند، میرن پیش عموشون.
اگه بچه ها سنی هستن که بزرگ شدن به حد تمیز رسیدن، یعنی تشخیص میدن که خیر و صلاحشون چیه، خودشون انتخاب میکنن که با کی زندگی کنند. حق این رو دارن که خودشون انتخاب کنند با کی زندگی میکنند. ولی اگه نه، در سن پایین تری هستند، اون وقتی که باید نگاه بشه دادگاه یا کسایی که بین شما قضاوت میکنن تشخیص بدن که آیا این در حالی است که شما اون زن بخواد ازدواج کنه. اگه ازدواج کرد، اون وقتی که دیگه برمیگرده نگهداری از این بچه ها برمیگرده به عموش، برمیگرده ابتداعا برمیگرده به پدر بزرگ، و اگه پدر بزرگ نبود اون وقت به عمو، و به ترتیب اگه عمو هم نبود اون وقت به شخص دیگه‌ای که یا پسر عمو یا هر کسی دیگری. مهم اینه که خیر و مصلحت و صلاح این بچه ها در کدوم یک هست، آیا نزد مادرشون باشند یا نزد عمویشون باشند یا نزد پدر بزرگشون باشند، به این برمیگرده. این در صورتی که ازدواج کنن. اما اگه ازدواج نکنه، اولا این هست که با مادرشون باشند. میگه سلام عرض ادب، ممنون از برنامه بسیار عالی شما و تشکر از زحمات شما. میخواستم بپرسم من اسم دخترم را متینا گذاشتم، اما خواب دیدم که گفتم اسم دوم دخترم عایشه هست. یعنی چی این خوابی که دیدم؟ من تعبیر خواب نمی کنم، تعبیر خواب نمی کنم، ولی اگر میخواید اسم دخترتون را عوض کنید به خاطر اینکه خواب رو دیدید، عوض کنید، اسمشو عایشه بذارید. بعد سوال بعدشون این هست که زکات به زن بیوه روا هست یا خیر؟ زکات اگر این زن بیوه فقیر باشه زکات بهش میرسه، اگه فقیر و ندار باشه، اگه منبع درآمد نداره، بله زکات بهش میرسه. زکات در اصل مال فقیر و مسکین و ابن سبیل و فی سبیل الله و آزاد کردن برده و کسی که تازه مسلمان هست و مؤلفت القلوب و به اینها میرسه، یا اونی که عامل بر زکاته. اگر این بیوه زنی که شما گفتید، اگه یعنی زن بیوه یا یتیم یا مطلقه یا هر کدوم از اینها، اگه در ضمن اون دسته از زکات بگیرها قرار میگیرن که فقیر و مسکینن، بله میتونی بهشون بدید. ولی اگه فقیر و مسکین نباشن دیگه بهشون نمیرسه. حتی یتیم، اگه یتیم فقیر نباشه مسکین نباشه زکات بهش نمیرسه. بیننده بعدی سوال کردن سلام علیکم، ببخشید میشه بگین نماز جنازه چطور خونده میشه؟ بله، نماز جنازه، نماز جنازه اینطوری خونده میشه. بعد اینکه میت رو غسل دادید، آماده کردید، بعد میارید نمازشو میخونید. یعنی شما غسل دادید، کفن کردید و آماده است که برید اینشون رو دفن کنید، از اون لحظه به بعد میتونید نماز جنازه رو بخونید. نماز جنازه این گونه است که 4 تکبیر هست. میستید 4 تکبیر. تکبیر اول رو که گفتید، بعدش سوره فاتحه رو میخونید. تکبیر دوم، بعدش صلوات بر پیامبر میفرستید. تکبیر سوم دعا میکنید برای این میتی که است، میگید خدای این رو ببخش، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، تا آخر دعایی که معروف از دعا برای میت است. و تکبیر چهارم هم در نزد بعضی از فقها گفتن برای خودت و برای همه اموات مسلمانان دعا کنید، و وقتی دیگه گفتن نه، بعد تکبیر چهارم دیگه دعایی نیست و سلام بدید همونطوری که استادی. در نماز جنازه رکوع و سجود و اینا نیست، فقط استاده نیت نماز جنازه میکنید و تکبیر اول سوره فاتحه، تکبیر دوم صلوات بر پیامبر، تکبیر سوم دعا برای میت، و تکبیر چهارم هم بعدش سلام میدید. این نماز جنازه است. میگه سلام خدمت شما برادر گرامی، سوال من ربطی به برنامه، ولی بفرمایید سریال ارطغرل چه ساعتی پخش میشه لطفا؟ من ساعتش رو نمیدونم چه ساعتی پخش میشه. اتاق فرمان یا برای من بفرستید یا خودتون لطف کنید زیر نویس کنید که این بیننده هم بدونه که ارطغرل چه ساعتی پخش میشه. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عزیز، صلاح الدین هستم، یه سوال داشتم خدمتتون در مورد اینکه ما مسلمان میتونیم اشخاصی رو که مثلا
مردن اشخاص مهمی بودن تو زمان خودشون یا مهم کردنشون رو میتونیم اونو بعدشون که هنوز اونا مردن ولی چهره بایوسشون یا مثلا شخصیت بایوسشون هنوز زنده است و مردم پیروشون هستن و باعث زلالت و گمراهی مردم شدن میتونیم اونا نقد کنیم. تقریبا بهش میتونم بهتون بگم تبدیل به یک بوتی شدن تو سرزمین ما. من الان علی خصوص منطقه کردوار رو میگم، تبدیل یک بوتی شدن. اونا رو خیلی احترام و بزرگی بی خودی میذارن. بعد میتونیم اونا رو بین مردم مثلا بگیم اینجوری نبودن، اونا انسانهای خوبی نبودن و حتی مثلا به دلیل فراوان حکم خیانت و چیزای زیادی بهشون بدیم و حکم اصلا چیزای جالب اونا اصلا اکثرشون یهودزاده و یهودی هستن. آیا میشه بعدشون بهشون حکم بدیم و مردم آگاه کنیم؟ سؤال مهمی است، اما ابتداعا به هیچ وجه کسی که نماز خونده، کسی که روزه گرفته، مثل مسلمانان رفتار کرده، اگه یهودی زاده هم باشه، اگه مسیحی زاده هم باشه، اگر هر دیانتی پدر و مادرش داشتن، مادامی که خودش اعلام کرده، شهادتین رو گفته، نماز خونده، حج رفته، ظاهرش اینجوری بوده، در نتیجه نمیشه بهش گفت که نسبت بدی به یهودی. خب یهودی زاده بوده، بوده. در میان صحابه هم کسانی بودند که یهودی زاده بودند جدن در جد ولی مسلمان شدند. و این از این جهت. از جهت دوم، نقد کردن شخصیت هایی که واقعا ایراد و اشکال، اگر نقد عالمانه، آگاهانه و در این حال حکیمانه ای باشه که بتونی مردم رو آگاه کنی، ایراد نداره. اما فحاشی کردن، سب کردن، دشنام دادن، اینها ممنوعه. خداوند فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شما اگه بد گفتی اونام بد میگن، مخصوصا پیرو که از این گونه شخصیت هایی که شما گفتید و منم باشون آشنا هستم، بیشتر مردمان فقیر و نادان و ناآگاه هستند و تعدادی هم فرصت طلب و سودجو. اونهایی که ناآگاه هستند رو باید با علم آگاه کرد، با حکمت آگاه کرد، با احترام برید جلو باشون صحبت کنید و سعی کنید حقایق رو براشون روشن کنید، بیان کنید که چه ایراد و اشکالی بوده درشون، یا اصلا بیاید چیزایی رو بگید که قرآن و سنت صحیح چی میگه، اینو به مردم بگید که خیلی بهتر از اونه که اون چیزا رو بگید. این سن، این پیامبره. وقتی شما پیامبر رو معرفی کردید دیگه باید انسان عاقل این رو بفهمه که آیا پیروی کنه از پیامبر اکرم، از قرآن، یا اینکه بره پیروی کنه از یک شخصی که ده ها ایراد دیگه وجود داره. اگر حرفی زدن موافق با شریعت هست تایید کنید، اگر حرفی زدن مخالف با شریعت هست اون رو با دلیل قاطع رد کنید، اما در این حال بد نگید، چون بد گفتن به دیگران مردم رو وادار به این میکنه که موضع گیری کنند به جای اینکه بپذیرند و تبدیل بشه به اینکه میگه اخذته العزه واذا قيل لهم اتق الله اخذته العزه بالاثم. اگه میگه به کسی گفتی، از اون کسایی که حالا مخصوصا منافقین و اونایی هم که نادان و آگاه نیستن، اگه بهش بگی از خدا بترس، تقوا کن، میگه اخذته العزه بالاثم، میگه غرور و کبر اون رو میگیره و طرف ناحق و ظلم و گناه رو میگیره و بد گفتن شما باعث میشه اونها رو وادار کنه به اینکه موقف و موضع گیری کنند که بر علیه دین و بر علیه توحید و بر علیه یکتاپرستی و بر علیه راه صحیح بیستن و خودشو مسلمان بدونه. لذا از تکفیر کردن مخصوصا این گونه شخصیت ها بپرهیزید، اما نقد کنید الفاظشون رو، گفتشون رو با دلیل، با برهان نقد کنید، اما مؤدبانه نقد کنید. و در این حال هم مهم برای شما این نباشه که پیروز بشید، مهم برای شما این باشه که اون شخص حقیقت رو بفهمه و راه درست رو در پیش بگیره. دلسوزانه این کار رو بکنید. به انتهای برنامه رسیدیم. سریال ارطغرل رو به من میگن، زیرنویس میشه همین الان. اگه زیرنویس نشده زیرنویس کنید. خب به انتهای برنامه رسیدیم.
سوالای زیادی از بینندگان عزیز اومده که موفق به جواب دادن به اونها نشدم. جواب در طول هفته یا در یکی دو روز آینده جواب رو برای همه شما تک تک ارسال خواهم کرد. تا برنامه دیگر، وقت دیگر، همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. دين